بینندگان جان عزیز سلام سلام و با درود فراوان ما امیدوارم که حالتون خوب باشه، سر حال باشین، خوشحال باشین هر کجای این دنیای پهناور که هستین. خب بینندگان جان عزیز، همونطور که میدونید در شو گذشته با آقای دکتر سیامک تفضلی جان عزیز بودیم در آژانس فضایی کانادا. این برنامه آخرین برنامه اون سری خواهد بود. یک کلیپ‌های آموزشی داریم، درباره سال نوری می‌خوایم صحبت کنیم، درباره فضانوردای کانادا می‌خوایم صحبت کنیم. امیدوارم که از این شو لذت ببرید. آخرش هم براش یه سورپرایز خیلی کوچیک دارم که واقعا سورپرایز شده. لذت ببرید، لبخندم فراموش نشه. خب حالا درباره فضای خورده برامون صحبت کن. مثلا ببین، مثلا بعضی موقع میگن که یه سیاره‌ای پیدا کردیم که مثلا 80 سال نوری با اینجا فاصله. خب منظورشون، البته خب مثلا برای بینندگان جان عزیز من خورده توضیح بده okay. مثلا منظورشون از سال نوری یعنی چی؟ سال نوری اوکی okay. ببینید، سال نوری یک مسافتی رو نشون میده. با اینکه لغت سال رو استفاده میکنیم و وقتی هم لغت اینجوری استفاده میکنیم ممکنه فکر کنه خب زمانه، ولی سال فقط با مساحت میونه که اینا با هم یک ریلیشنشیپی دارن. یعنی ببخشید، ساعت و زمان و مسافت. مسافت تقسیم بر زمان میشه سرعت. سال نوری یعنی که مسافتی که یک اشعه نور میتونه در یک سال یا یک سال طی میکنه که یک مسافت بسیار بسیار طولانیه. درسته. اگه بخوام عددی بگم میشه تقریبا اشتباه نکنم میشه 10 تریلیون کیلومتر، که خب 10 تریلیون، عدد تریلیون به غیر از این که مثلا بعضی کشورها ممکنه همچی دتی داشته باشن، همچی بدهکاری داشته باشن، ما به مغزمون، مغز انسان گنجایش نمیگه 10 تریلیون کیلومتر یعنی چقدر. که مثلا یه مثال بهتون بزنم مثلا که چقدر دوره، اینه که اولا سرعت نور 300 هزار کیلومتر در ثانیه است. خب یعنی که نور باید یک سال تبدیل بکنیم به ثانیه. یک سال در سرعت 300 هزار کیلومتر داره از اینجا میره به یه جایی، از یه جایی به جای دیگه میره. درسته. خب مثلا من اگه الان یه دونه دوربین داشتم اینجا، ببخشید یه دونه چراغ‌قوه داشتم، چراغ‌قوه خیلی قوی که روشن می‌کردم و نورش مثلا پخش نمی‌شد، مستقیم میرفت. درسته. تقریبا بعد از یه ذره بیشتر از یه ثانیه میرسید به ماه. خیلی سریعه. از خیلی سریع تو میتونی وقتی ازدواج کردی بری ماه. آره، یه ثانیه ای ماهی، یه ثانیه ماه هم آره، اگه با سرعت نور، البته اگه با سرعت نور برم سواره باید باید برگردی به گذشته. اگه با سرعت نور بری امکانش هست؟ نه، اون فکر کنم کاری، اون کار دیگه میخواد. میتونی زمانی ذره سلو کنی برای خودت، ولی برای برگشتن نه، من برای ازدواج دارم میگم که مثلا یه خورده تو ماه بیشتر وقت بگذرونی، منظورم این بود. ازدواج اصلا فراموش کنیم، فراموش کنیم که حتی تو نظرش اصلا نیستن. خودت گفتی هانیمون می‌خوای بریم. اگه یک زمانی مثلا قبلا یا در فیوچر یه زمانی زندگی بعدی این شد میاد. ببین ازدواج خیلی سریع خواهد بود. من فکر کنم کلش 5 ثانیه طول نکشه. کلش کل نداره، بگو. کجا بودم؟ به حال بله، فکر کنید که سرعت نور با بکت ماه تقریبا 360 تا 400 کیلومتر از زمینه. درسته. یه ثانیه رسیدیم ماه. درسته. 10 ثانیه 10 برابر مسافت ما رو رفتی. درسته. 60 ثانیه که یه دقیقه است، 60 برابر رفتی، ولی همجا ادامه داره. و مثلا نزدیکترین ستاره به زمین آلفا سنتوریه که تقریبا 4.5 سال نوری از زمین. درسته. فاصله داره. مگه خیلی خیلی مسافت های طولانیه و ما احتیاج داریم به این کلمات، برای اینکه نمیتونیم بگیم 10 تریلیون کیلومتر، اصلا کسی نمیفهمه چی. نمیتونیم بگیم، برای همین سال نوری استفاده یک سال نوری یعنی یک سال که نور در سفر باشه، سفر طولانی که ببین چقدر با این سرعت داره میره جلو، داره میره جلو و چقدر مسافت رو به قول معروف کاور میکنه. مثلا فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر. بله، از اینجا تا اونجا 8 دقیقه و خورده ای طول میکشه. درسته؟ آفرین. من 8 دقیقه خورده. منم فکر کنم باید بیام اینجا کار کنم. شما فکر کنم باید بیام اینجا. تنترم خوندم. تنترم خوندی، پس صحبتی بکن حالا سیامک جان. باشه، من میپرسم. آره، به عنوان مثلا تست پایلتی چیزی. تست پایلت که لازم نداریم، ولی شاید فضانورد میخوای بشی. میتونم برگردم؟ آره میتونم. یه طرفه که نیست. نه نه. مثلا برم مارس بمونم اونجا خونه درست کنم. مگه خودت بخوای؟ نه، میخوام برگردم. نه نه، میتونم برگردم. اگه اونجا برم بعد استخونام پوک نمیشه؟
استخونه چرا تو فضا باشی ولی اگه روی جایی باشی که مثلا یه ذره جاذب داشته باشه بهتره. راستی صحبت فضا نوردا کردی خوب. فکر کنم حتما سوالی هم داشتی. من یادم رفت درباره اونا بگم، برای اینکه ما یک تیم فضا نورد هم اینجا داریم. واقعا؟ آره آره. خوب. که تا حالا کانادا 14 تا فضا نورد داشته. خوب. توی تاریخش. و از این 14 تا الان 4 تا اکتیون. خوب. دو تاشون که از کمپین قدیمی بودن و دو تا هم که تازگی اول جولای یعنی کانادا دی بله. تو اتاوا آنربل جاستن ترودو اینا رو انانس کرد و این 4 تا الان کور استرونات های یعنی فضانوردای ما توی کانادا هستن. یکیشون دیوید سنجاک داره سال دیگه 2018 میره به ایستگاه فضایی و تا حالا هم 6 تا از فضانوردای کانادایی به ایستگاه فضایی رفتن. چقدر جالب. سه تاشون اگه بتونم بگم سه تاشون خیلی معروفند. یکیشون مارک گارنو هست. بله. که شاید بینندگان وزیرم هستن. وزیرم هستن. بله. وزیر ترانسپورتیشن هستن. درسته. آنربل مارک گارنو که اینجا پرزیدنت بودن و اولین فضانورد کانادایی بودن. بعد شما جولی پایت که حتماً می‌شناسینش. بله. که از پروینس کبک بود و یه خانومه. اونم به ایستگاه فضایی رفته و الان نامینیت شده برای گورنر جنرال کانادا که بکنم سپتامبر شروع کنه کارشو. درست. و آخرین نفرم که میخواستم مشکل کنم کریس هتفیلد که دیگه همه میشناسن. ایشون که همه میشناسن. Everybody knows him. ویدیوهاش رو من همه رو نگاه کردم. آره. ویدیو خیلی جالب داره یوتیوب. هم گیتارش رو برده زده واسه ما موزیک زده و هم میسری از ماشه خیلی جالب کرده که حتما بینندگان اگه بذارین بعضی از این حتما بینندگان جان عزیز این ویدیو رو چک کنین. بله خیلی جالبه. حالا سیامک جان درباره مثلا بالاخره تو از اینجا شروع کردی درسته؟ درست. دانشگاه رفتی، تحصیل کردی، برای جوانی که میخواد اینجا مشغول به کار بشه شما چه پیشنهاداتی داری؟ چه جوری میتونن شروع کنن؟ از کجا اصلا میتونن شروع کنن؟ اوکی، منظورتون تو کانادین سپیس ایجنسی سی اس ای هست؟ آره، اگه بخوان اینجا مشغول به کار بشن قبلش چه تحصیلاتی باید داشته باشن؟ که مثلا بتونن اینجا یه کار مناسبی پیدا کنن. اوکی. من یه ذره سریع بهتون درباره سی اس ای بگم. سی اس ای تقریبا الان یه سال نمیگه میشه 20 ساله که در خدمت هست به پروگرام فضایی کانادا، با اینکه کانادا پروگرامش 55 سال است ولی سی اس ای 20 ساله و در حدود 600 خورده ای ما کارمند داریم توی سی اس ای که 500 تاشون توی این هدکوارتر ما هستن اینجا توی جنوب مونتریال و 100 تا دیگه شون هم پخش هستن یه مقدار توی اتاوا برای تست و اینا. ببین برای هر ارگانیزیشنی که هست، کمپانی یا غیر دولتی، یه کور افراد هستن. چون سپیس ایجنسی سی اس ای یک ارگانیزیشن تکنیک هست و تکنولوژی و علمی، مقدار زیادی مهندس هستن، مهندس و یه سری هم دانشمند، ولی نصف این 500 نفر تقریبا میشه گفت مهندسن. ولی بغیر از مهندسی کارهای دیگه هم هست. من می‌خواستم یه پورتریت دموگرافیک بگم بعد بگم چه جوری میتونید شما بیان مثلا تو اسپیس کار کنید. شما فاین آدمای فایننس دارین، مثلا وکیل هست، هیومن ریسورس هست، آدمای کامیونیکیشن هست برای ارتباطات، هر چیزی فکر کنین توی یک ارگانیزیشن بزرگ هست. و برای اون کارا خب فکر کنم دیگه من اون قسمت رو میذارم به ایمیجینیشن افراد، برای اینکه باید یه بچلرای تو هر زمینه که گفت من درسته. اسم بردم باید داشته باشین که بعد بتونه اپلای کنین برای این کارا. در سپیس ایجنسی اسپسیفیکلی و کلا در دولت کانادا یک وبسایتی هست که فکر کنم حالا می‌خوایم زیر این صفحه آره بذاریم. آره می‌تونیم همین زیر بذاریم برای بینندگان جان عزیز که ببینن. بله یک وبسایتی هست که حالا من نمیگم چون ممکن اشتباه کنم تو گفتنش، که میتونید شما از اونجا ارائه بدین برای درخواست توی کارهای مختلف، تمام کارهای مختلف دولت، یعنی درست. همه درخواستا برای کارهای تو دولت از طریق این وبسایت، از طریق این سیستم میرن جلو. مستقیم شما نمیان به Canadian Space Agency مثلا ارائه بدین خودتون. بعد به نظر خودت بهتره که فوق لیسانس اول کسب بشه بعدن اینجا اقدام به کار بکنن، یا مثلا با لیسانس هم میشه، مثلا لیسانس تو ساینس یا تو انجینیرینگ؟ ببین اینجا افرادی خیلی هستن که فوق لیسانس دارن یا دکترا دارن مثل من، ولی خب خیلی هم هستن که لیسانس دارن. فکر کنم هر دو حالتش ممکنه، ولی حداقل اگه فوق لیسانس داشته باشن خب کمک میکنه، برای اینکه یه زمینه است که اسپشیالایز شده. شما معمولا توی لیسانس نمیتونین خیلی کارهای
ادوانس و کار یعنی تعلیمات ادوانس داشته باشیم. برای این فوق لیسانس جالبه براتون. خودت سیامک جان فوق لیسانس تو چه زمینه‌ای؟ من هم یعنی بچلرم هم فوق لیسانس هم دکترا همه تو زمینه هوافضا بوده. هوافضا. بله. هوافضا بوده. بله. خب پس بینندگان جانی عزیز اگه دوست دارید اینجا مشغول به کار بشید اون وبسایتی که این پایین دیدید اینجا میتونید به اون وبسایت برید و ببینید که ریکوایرمنت ها و کوالیفیکیشن های مختلفی که اونجا از شما میخوان چی هست. بینندگان جان عزیز سلام و با درود فراوان به علیجان شو خوش اومدید. همونطوری که بهتون گفتم الان میخواییم با آقای دکتر سیامک تفضلی صحبت کنیم. ایشون در آژانس هوایی فضایی هوایی نه کن یه بار دیگه نه I usually mess up at the beginning. فضایی آژانس هوایی نه فضایی آژانس فضایی. بینندگان جان عزیز سلام و با درود فراوان به علی جان شو خوش اومدید. قسمت دوم علی جان شو در آژانس تلفنم هم داره زنگ میزنه وسط این قضیه نمیدونم چرا. ببخشید بینندگان جان عزیز من الان برمیگردم. خب بینندگان جان عزیز لبخند فراموش نشه. امیدوارم که هفته و ماه و سال خوبی در پیش داشته باشید. به درود. لبخند فراموش نشه. That's it. بینندگان جان عزیز سلام سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید. خب امیدوارم که از شو ما خوشتون اومده باشه. با دکتر سیامک جان عزیز در آژانس فضایی کانادا به ما تور دادن، همه چیز رو نشون دادن، خیلی خوب بود. شما امیدوارم راضی باشید. امروز اومدم سورپرایزش کنم، نمیدونه من اینجا براشم کادو آوردم، یه کادوی خیلی خوب براش آوردم. کتابای روی ماه قدم گذاشتیم، هدف کره ما. اینا کتابای بچگیمه، من بچه بودم اینا رو نقاشی کردم، نمیدونم چرا الان خیلی قیمتاش بالاست ولی نمیدونم چرا نقاشی کردم. تو شو نمیگم مال چند سال پیشه برای اینکه بعد سنم لو میره. خب حالا اشکال نداره. خب بینندگان جان عزیز سیامک من چجوری پیدا کردم؟ بله من فهم کردم اول تو کشتی زندگی میکنه، بعد M3 M7 خودش رو استفاده کردم پیداش کردم دیدم نه نیست، پس تو کشتی زندگی نمیکنه. بعد رفتم گفتم خب رادار ست رو استفاده کنم، رادار ست رو استفاده کردم، خونش هم پیدا کردم. امروز اومدم سورپرایزش کنم، خودش اصلا نمیدونه. بریم زنگ درو بزنیم ببینیم هست یا نیست. سیامک جان یه بار دیگه میزنیم. خب مثل اینکه خونه نیست ولی ماشینش اینجاست، من فکر میکنم خونه باشه. من برم پشتم چک کنم، به احتمال خیلی زیاد اون پشته، یعنی که من با ساتلایتشم چند تا عکس دیدم اون پشت خیلی میشینه. ماشینش هم اینجاست، بریم ببینیم پشت خونه هست یا نه. با ما باشید بیننده کجان عزیز، بیاییم بیاییم بریم. سیامک جان سلام علی جان. حالت سلام، حالت خوبه؟ خوبی قربانی. چه چیکار می‌کنی؟ من دیگه پیدات کردم دیگه. منو چجوری پیدا کردی؟ من با رادار ست. ای بابا. آره؟ واو خیلی سورپرایز شدم. آره ریسرچ کردم، لاگین کردم، خونه رو پیدا کردم اومدم. آفرین آفرین، حسابی چیزا رو یاد گرفتی انگار چجوری صحبت کردی. بعد منو استخدام کنین. صحبت ها رو یاد گوش کردی یا یاد گرفتی؟ آره ایور یه خود گفت. کتاب می‌خوندی؟ آره داشتم کتاب می‌خوندم. معمولا با تیشرت میلو می‌شینی کتاب می‌خونی؟ بعض موقع آره، بعض موقع آره. روز هوا گرم بود گفتم تیشرت. حالا درباره کتاب و اینا صحبت کردی، من برات چی آوردم؟ هدف کره ما یه ما قدم گذاشتیم. واو همین کتابا باعث شد مشغول این کار بشید. دقیقاً صحبت این کتابا کردیم. آره دقیقاً همین بود. من اینا ندارم. چه عالی. آره حالا خیلی یه چیز خیلی جالب من برات پیدا کردم اینجا. البته اینو من بچه بودم پاره کردم. آره همین کتاب بچگیمه. اوکی. خب نمیگم چند سال پیش چون بهتره. حتی ارزش بیشتر اگه همون اورجینالای بچگی باشه. با. هست بچگی اورجینال بچگی. آره خیلی جالب. اینجا نگاه نوشته قیمت فروش 150 ریال. 150 ریال. فکر کنم سنم رول رفت. ممکنه. میشه من 15 تومن. 15 تومن. چی میدم با 15 تومن دیگه؟ با 15 تومن؟ امروز داره؟ مثلا یه چهارم تیتاب. خب نه دادم تیشرت هم چیه؟ تیشرت عالیه. خوب خوشت اومد؟ خیلی قشنگه. خیلی جالب. برای من یه سوال همیشه بود. چی؟ چرا تن تن تفنگ به خودش بسته بود تو ما؟ من توجه نکردم به این مسئله ولی راست میفکر کنم خب بله یک داستان تخیلی بوده دیگه. آه من فکر کنم شاید اونجا الیانی چیزی بوده مثلا اینا تفنگ با خودشون بردن. میتونیم اینا بخونیم ببینیم شاید توش باشه. بعد تفنگ هم احتمال زیاد مثلا یه پارچه میومد بیرون گفت بنگ. نه چون اونجا تفنگ شلیک نمیکنه تو آسمون. درسته صدام نداره. صدام نداره. سیامک جان من برای شما یه کادو هم آوردم. با شرمنده هم کردی نبود این کارو میکردی. باور شما رو نداره. واقعا زحمت کشیدی. بخش پروتو گذاشتی برای ما برای بینندگان جان عزیز بالاخره.
خب واقعا پلژر بود ولی زحمت کشیدی. حالا من ببینم حتماً ببینم میتونی نگرد اینو. اوه فکر کنم بدونم چیه. واو مرسی. واو او مای گاد چه تیشرت قشنگی. بله دقیقاً همین تیشرت. دقیقاً مثل خودت. آره رنگش هم آبی واقعا عالیه. خب رنگش کجا میز من آبی دوست دارم. همه چی تو رادار بود دیگه، تو رادار سر تمام اطلاعات تو بود. واو زیان که زیاد اطلاعات فیسبوک هم ببند حتما ببند. میرا تفنگ داره پس ما هر دومون تفنگ نمیتونیم بازی کنیم. من میخوام نه بعد الان باید بری بپوشی بیا بشینیم کتابا رو بخونیم دیگه. حتما حتما پس برام من لباس بپوشم بیام. آره برو حتما پس واسه من اینجا من همینجا الان میام. الان علی جان با تیشرت نگاه کن چه خوشگل شده. اصلا اندازه هم دقیقا هست. من اندازه هم رو فیسبوک و روی رادار ست بده کنم. من فیسبوک حتما ببینم. من ببندی شده. ببین یک کلام از خودم گذاشتم. یک کلام بر تو بردم. کلا سرت بذاری. کلا سرم میخوای بذاری؟ میگم کلا خوبه رو خودت برداشتی یا؟ بابا هر دوشون قشنگه. میتونم پیشو بشنم کتاب کنی؟ آره بشین بشین کتاب بخونی. خیلی خوشحال. خیلی جالبه. ببین من داشتم من کتابو نگاه میکردم. نه تو ماه یخ بود. توی یه غار یخ پیدا کرده بودن. ناک و تن تن میلو دارن سر میخورن. مرسی مرسی راست میگی. خیلی جالبه نه؟ من گفتم توی خود ماه توی داخلش ممکنه یخی آبی باشه. باشه آره. آره من یه بار در مورد صحبت فکرشم کردم در واقع سوال کردی. دیدم ممکنه هم چیزی امکان داشته باشه. ببینم کجا صفحه 12 رو برو. خیلی جالب. آره نگاه کن اینجا ریاکتور اتمی داشتن برای سوختگیری موشک. خیلی چیزا یادمون رفته. مثل اینکه بعد بخونیم که من واقعا اینو از حالا سن نمیخوایم بگیم که چند سال پیش ولی خزون وقتی که از بچه بودم خوندم نخوندم. بعد موشک ماهپیما از کنترل صدای ما رو میشنوید جواب بدید بگوشم 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 موشک ماهپیما از کنترل موشک از کنترل میشنوید جواب بدید بگوشم اوه نه نمیشنوم اشکال نداره بخونیم حالا به به به